به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و اوقات خوب و خوشی رو هم تا این لحظه سپری کرده باشین. ممنون و متشکریم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی میکنین. آقا، مثل اینکه دیشب یه جشن تولد بزرگ واسه سربازای آمریکایی در منطقه برپا شده بوده. پایگاه‌های الرکبان، التنف، الشدادی و حربت عدنان آمریکا در سوریه به طور همزمان مورد هدف حملات هماهنگ پهپادهای انتحاری و راکتی قرار گرفتن. این بزرگترین حمله همزمان به پایگاه‌های آمریکا در سوریه است. البته آمریکا طبق معمول فرموده تلفات جانی نداشته است و چند نفر سردرد گرفتند، اما نزدیک به 70-80% پایگاه‌هاشون تا الان مورد عنایت محور مقاومت قرار گرفته. تا زمانی که آمریکا عقب نشینی نکنه داستان همینه دوستان. این فشار که سالهاست ادامه داره، روز به روز هم بیشتر خواهد شد. اما مهمترین حمله روز گذشته حمله پهپادی به پایگاه التنف در مرز اردن و سوریه که به گفته برخی منابع مطلع از عراق انجام شد. یک مقام آمریکایی به آسوشیتد پرس در مورد این حمله گفته حمله به پایگاه آمریکا در مرز اردن با پهپاد بزرگی صورت گرفته. حالا اینکه مدعیان بهترین سامانه‌های پدافندی چطور نتونستن این پهپاد رو ببینن یه بحث جداست که در ادامه با رسم شکل بهش خواهیم پرداخت. وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام آمریکایی در مورد این حمله می‌نویسه این حمله برج 22 در التنف که یک سایت کوچک در اردن و نزدیک مرز سوریه است را هدف قرار داده. لازم به ذکر که در پی این حمله پهپادی 3 سرباز آمریکایی کشته و حداقل 20 نفر دیگر مجروح شده. دوستان دقت داشته باشین، این آماری هست که رسانه‌های آمریکایی تا این لحظه اعلام کردن. العربیه هم خبر میده که تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا از دولت بایدن خواستن در واکنش به حمله به پایگاه آمریکایی در اردن که منجر به این تلفات شده تهران رو هدف قرار بدن. البته در خواب. اگر جرأت این کار رو داشتین که خیلی وقت پیش حمله کرده بودین، بهانه ها و توجیه های بهتر از این هم داشتین. CNN در مورد این خبر تیتر زده کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در مرز اردن و سوریه. CNN به نقل از مقامات آمریکایی در تشریح این خبر آورده در پی حمله به مواضع نیروهای آمریکایی در مرز اردن و سوریه 3 سرباز آمریکایی کشته و حدود 25 نفر زخمی شدند. بر اساس اعلام مقامات آمریکایی این اولین بار هست که سربازان آمریکایی از زمان آغاز جنگ غزه در حملات به منافع آمریکا کشته میشن. مقامات آمریکایی به CNN گفتن که در حمله شبانه یک هواپیمای بدون سرنشین به پایگاه آمریکایی‌ها در اردن 3 سرباز آمریکایی کشته و حداقل 20 نفر مجروح شدن. دقت میکنین دوستان، آمارشون هم با هم متفاوت هست. ما که میدونیم محور مقاومت به اردن حمله ای نداشته، اما خودتون حساب کنین در حملات سراسری گسترده امروز چند آمریکایی کشته شدن که اینا از ضربه مغزی ملایم به 3 کشته رسیدن. مقام‌های نظامی آمریکا به رسانه‌ها گفتن انتظار میره تعداد تلفات حمله پهپادی به نیروهای آمریکایی افزایش یابد. رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی در این راستا مینویسه احتمال افزایش تلفات در حمله به سربازان آمریکایی در اردن وجود دارد و 34 نفر تحت نظر هستند. اما جو بایدن، پیرمرد پرحاشیه آمریکایی، خبر هلاکت نظامیان کشورش در اردن رو تایید کرد و گفت در حمله پهپادی به نیروهای ما در شمال شرقی اردن در نزدیکی مرز سوریه 3 سرباز آمریکایی کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. وی با اتهام زنی بی اساس به ایران مدعی شده که حمله‌ای که منجر به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی شد توسط گروه‌های تحت حمایت ایران انجام شده. یه چیزی رو همینجا بگم دوستان، با کشته شدن این سربازها بایدن بیشتر روی اره‌ای که روش نشسته بود فرو رفت. با وضعیت وخیم منطقه، بایدن بر علاوه ضربه هایی که در منطقه میخوره بدجوری گوشه رینگ گیر کرده و چپ و راست داره از جمهوری خواهان هم ضربه میخوره. پاسخ ضعیف بایدن اونو به عنوان یک رئیس جمهور ضعیف نشون میده و پاسخ شدیدش هم نتایج مبهمی به همراه داره. این بدبخت گیج بود، الان دیگه واقعا به نظرم اووردوز میکنه. مقامات آمریکایی مخالف بایدن از این حمله بدجوری سوء استفاده کردن و سریع شروع کردن به موضع‌گیری علیه ایران و البته سیاست‌های بایدن. لینسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه، توییتی نوشته وقتی دولت بایدن به ایرانی‌ها گفت نکنید، آنها کردند. سیاست دولت بایدن در برابر ایران شکست خورد. دولت بایدن میتواند تمام گروه‌های مورد حمایت ایران را از بین ببرد، اما این مانع تجاوز ایران نخواهد شد. من از
دولت بایدن میخواهم که به اهداف مهم در داخل ایران حمله کند، نه تنها در تلافی کشتار نیروهای ما، بلکه به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر هر گونه تجاوز در آینده. تنها چیزی که نظام ایران درک میکند قدرت است. تا زمانی که آنها بهای زیرساختها و پرسنل خود را نپردازند، حملات به نیروهای آمریکایی ادامه خواهد داشت. گراهام پشت بند این ادعاهات توییتی نوشت: ایران را همین الان بزنید، محکم به آنها ضربه بزنید. البته چندین سناتور دیگر ایالات متحده هم همین درخواست رو داشتن. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم گفته آمریکا باید یک پیام شفاف به جهان بفرستد که حملات به نیروهای ما قابل تحمل نخواهد بود. در پی این خبرها برخی از منابع در داخل کشور هم از آمادگی 100% نیروهای مسلح کشور خبر میدن. همچنان گفته شده که نیروهای پدافند هوایی هم در حالت آماده باشه حداکثری هست. بایدن هم که به شدت در حالت اووردوز قرار داره گفته که پاسخ ما مستقیما به نیروهای سپاه قدس ایران است. پنتاگون هم در یک بیانیه مخوف گفته از خطوط قرمز عبور کردید. لازم به ذکر که تا روز جمعه بیش از 158 حمله به نیروهای ایالات متحده در عراق و سوریه صورت گرفته. نزدیک انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خبرها و داستانه جالبی از آمریکایی ها خواهیم داشت. حتما این زنگوله رو بزنین تا اولین کسایی باشین که از اخبار جهان آگاه میشین. اما تمام این گندگویی ها در حالیه که مقاومت اسلامی عراق مسئولیت حمله به پایگاه آمریکا رو بر عهده گرفته. مقاومت اسلامی عراق طی بیانیه اعلام کرد مسئولیت حمله امشب به پایگاه آمریکایی ها را میپذیریم، چنانچه حمایت آمریکا از اسرائیل ادامه یابد حملات افزایش مییابد. تمام منافع و پایگاه نیروهای آمریکایی هدف مشروع ما هستند. حالا این کلیپ رو ببینین تا تمام این مواردی که گفتم رو بشوره ببره. پهپاد آمریکاییه که توسط پهپادهای ایران شناسایی شده. الان هر جا بخوایمش میتونیم بزنیمش، ولی دلمون بهارشون میسوزه نمیزنیمشون. نه بابا که میتونه بزنه که ما هر موقع خودمون بخوایم الان پهپاد ما داره میگیرد. پهپادها این اصلا نمیتونه اینو ببینه. فقط اونجاش که گفت میتونیم بزنیم دلمون براش میسوزه. دقت داشته باشین دوستان، این تنها یکی از دلایلی هست که این جماعت جرأت حمله به ایران رو ندارن. نه که نخوانا، خیر، نمیتونن. وزارت امور خارجه کشور هم در واکنش به این حملات یه بار دیگه خیلی صریح و شفاف گفت گروه‌های مقاومت در منطقه در تصمیمات و اقدامات خود از ایران دستور نمیگیرن. آقای کنعانی ساعتی پیش در مورد این حملات تاکید کرد تکرار اتهام بی اساس به ایران فرافکنی و توطئه کسانی است که منافع خود را در کشیدن پای آمریکا به معرکه‌ای تازه در منطقه و تشدید بحران می‌بینند. ایران با آمادگی و هوشیاری تحولات در منطقه را زیر نظر دارد و مسئولیت عواقب اتهامات تحریک‌آمیز علیه ایران بر عاملان طرح چنین ادعاهایی بی اساس است. همزمان با این اتفاق مهم و تاریخی، یحیی سری هم از یک رویداد و ضربه کاری به آمریکا پرده برداشت و گفت دیروز یک فروند موشک دریایی را به سمت ناو لوئیس بی پولر نیروی دریایی آمریکا شلیک کردیم و مستقیما به هدف برخورد کرد. وظیفه این ناو پشتیبانی لوجستیکی از نیروهای آمریکایی شرکت کننده در حمله به کشورمان بود. همونطور که می‌بینین غربی‌ها تو منطقه دارن چپ و راست میشن و نمی‌خوان بپذیرن که تاریخ مصرفشون مثل یه عده دیگه تموم شده. حالا تو این وضعیت ایران هم دیروز 3 تا ماهواره یه جا فرستاد تو مدار. تو این ویدیو که وقت نشد، تو ویدیوهای بعدی در این مورد هم کلی صحبت خواهیم کرد. شما هم اگر دوست دارین تا اون موقع نظرها و تحلیل‌هاتون رو در مورد دلیل این اقدامات ایران در این برهه حساس برامون کامنت کنین. خیلی ممنون و متشکریم که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.